بانوان گرانبها و عزیز سرزمینمون افغانستان و ایران تحیت و شاد باش بگم. آمین. امروز روزیه که مادر بودن به طور خاص باید مورد تجلیل و بزرگداشت قرار بگیره. البته نه فقط مادر بودن، بلکه زن بودن باید مورد تمجید قرار بگیره. چون در شناخت مقام زن عزیزان که یه مادر در جایگاه درست مادر بودن قرار میگیره. امروز امیدم اینه که محبت خدای پدر در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی زنان افغانستان و ایران نفوذ کنه، همطور که برادرم دعا کرد، تا همگی به هویت راستین خودمون در مسیح برسیم. آمین. تا در این آگاهی، وقتی آگاه میشیم به هویت راستین خودمون در عیسی مسیح، بعد قدم دوم اینه که به رویای خدا، رویای پدر که برای هر زن از هر قوم و زبان و ملت رویای خاصی داره، به اون رویا آگاه میشیم. و رویای خدا چی عزیزان؟ که امروز با کمک کلام خدا، حقایق کلام خدا، نه امروز بلکه هر بار که کلام مقتدر و حیات بخش خداوند رو میشنویم، به مقام زن پی ببریم و مقام زن از هر دروغ در نام عیسی مسیح و تاریکی پاک بشه. رویای خدا اینه که نه فقط مقام زن از هر تاریکی و دروغ پاک بشه، بلکه اون عینک‌های دودی، خاکستری سنت‌ها و فرهنگ‌های اشتباه که در ذهن‌های ما حک شده عزیزان و از نسلی به نسل دیگه منتقل شده و تبدیل به یک رفتار اشتباه نسبت به زنان شده، این عینک اشتباه از چشمای ما برداشته بشه. آمین. و باشه همینطور که امروز نسیم هستی بخش روح القدس به وسیله کلامش بر زنگارهای قلبهای ما زنان، همگی ما نیاز داریم که بوزه تا زیبایی خلقت خودمونو اول در اون آفرینش خدا ببینیم. آمین. و هویت خودمونو در مسیح که ما خلق نشدیم عزیزان فقط برای سطحی بودن، ما خلق نشدیم که در فضای مقایسه ها و رقابت ها زندگی کنیم، ما خلق نشدیم که دائما از مسیر گذشته هایی که لطمه به ما زده به خاطر اشتباهات بخوایم اونجا گیر کنیم و عبور کنیم، بلکه ما خلق شدیم برای اینکه اصالت داشته باشیم. آمین. عمق داشته باشیم، برای اینکه وقتی اصالت و عمق داریم در خداوند، اون موقع تاثیرگذار خواهیم بود در این جهان. و تاریخ مکررن نشون داده عزیزان هر جا که اصالت و ماهیت زن مورد بی‌توجهی قرار گرفته و احترام و محبت از او باز داشته شده، هر جایی که دیدیم چطور جامعه و خانواده از هم گسیخته شده. مثلا ماها که از سرزمین افغانستان و ایران اومدیم به خوبی اینو میبینیم. برعکس هرگاه که ماهیت زن، ماهیت اصلی زن، خودش این ماهیت رو شناخته و جامعه و خانواده او رو مورد پذیرش قرار داده، دیدیم چطور خانواده و جامعه مشمول فیض و حیات شده. به دلیل اینکه زن عزیزان طوری خلق شده، طوری موازنه شده، طوری مثل یه ویولون کوک شده در اون آفرینشش نیست که حیات و هستی از او ساطع بشه. و این طرح الهی خاصه که به او توانایی میده، قابلیت میده که مادر بشه. ولی هرگز عزیزان منظورم این نیست که بالاترین خواندگی یک زن فقط مادر شدنه. عزیزان انتظامات، خواهش میکنم از تردد افراد جلوگیری کنی، خیلی ممنون. منظورم این نیست که بالاترین خواندگی یک زن فقط مادر شدنه، که اگه بچه نیاره اون طرح الهی در اون زن وجود نداره، اصلا منظورم نیست. بلکه این یگانگی خاص که در صنعت زن
در ساخت زن در اون نهادینه شده، اون عاملیه برای حیات و هستی بخشیدن. آمین. حتی اگر از نظر جسمانی قابلیت مادر شدن نداشته باشه، حتی اگر نظر فیزیکی نتونه مادر بشه، او قادره که حیات و هستی تولید کنه، حیات روحانی. آمین. ما به وضوح اینو میبینیم، در تاریخ میبینیم، در کتاب مقدس میبینیم عزیزان که زنانی بودن که چندین فرزند به دنیا آوردن ولی باز هم احساس نازایی داشتن، احساس بی‌ثمری، احساس بی‌حاصلی، یک احساس تهی بودن، خالی بودن رو دائما تجربه کردن. و اگه بخوایم نمونه ای رو بهش اشاره کنیم، پیدایش باب 29 میتونیم بریم بخونیم. زندگی راحیل و لیه که فرزند داشتن، فقط چقدر احساس خودخوری و بی‌ثمری داشتن. و برعکس هم با زنانی برخورد کردیم که اصلا مردی نداشتن، چه برسه که مادر بشن. فقط اونا هویت خودشون در خدا شناخته بودن به عنوان یک زن و اتکای مطلقشون با خدا بوده. و چطور از این زنان حیات و هستی تولید شده. بازم نمونه خیلی بارزی هست از کتاب مقدس، برجسته ترین زن تاریخ در کتاب مقدس، باب 5 کتاب داوران باب 5 میتونیم بخونیم. دبوره نیست؟ چقدر آیه زیباییه. میگه هرگاه که مادر برخیزد، هرگاه که دبوره برخیزد، آنگاه تمام حاکمان، حاکمان ظلم و ستم، حاکمان نیروهای تاریکی به زیر میفتن. هرگاه که یک مادر برخیزد، دبوره مثل یک مادر حمایتگر و هستی بخش قوم خودش بود، قومی که در معرض هلاکت و نابودی بود. آمین که دبوره های زمانه بیدار بشن در نام عیسی مسیح و در دعوت خودشون، در اون خواندگی خودشون، در هر جایی که هست بدرخشن. یه آمین عالی داره یا نه برای عزیزان ما؟ من فکر میکنم عزیزان اگه بخوایم یک پدیده رو بشناسیم، یکی از راهاش اینه، اگه بخوایم یک پدیده رو بشناسیم باید ضد اونو بشناسیم. مثلا اگه بخوایم نور رو بشناسیم باید تاریکی رو بشناسیم، نیست؟ هرچند خود تاریکی نشانه عدم نوره، وقتی نور نیست تاریکی هست. وقتی میخوایم حقیقت رو بشناسیم باید ناراستی و دروغ رو بشناسیم، نیست؟ و اگه میخوایم جایگاه یک زن رو در حکومت پر از عدالت و انصاف و برابری عیسی مسیح خداوند رو بشناسیم باید ضدش رو بشناسیم. باید اول حکومت دینی رو بشناسیم عزیزان، که بزرگترین دشمن حقوق و آزادی زنان بوده و هست. حکومتی که باعث شد خورشید مجد و جلال و شکوه ایران چطور غروب کنه و زنان زیر سلطه قوانین ضد انسانی حکومت داعشیان قرار بگیرن. مکانی، جایی عزیزان که پر از تضادهای حقوقی و نابرابری، حتی در قانون ارث، در قانون طلاق، در قانون گذرنامه، در قانون حضانت کودکان، تمام این تضادها خیلی به وضوح اعمال میشه بر زنان. و چطور این اجحافات عزیزان میتونه تأثیرات منفی روی خانواده ها به ویژه کودکان بذاره. و جالبه که بدونیم عزیزان که تمامی این موارد در حکومت‌های مذهبی فرهنگ سازی شده، هدف سازی شده و توسط خیلی از انسان‌های ناآگاه
متاسفانه پذیرفته شده و باز هم متاسفانه انسانی که دارای یک حافظه قوی تصویری تمامی معضلات رو از نسلی به نسل دیگه منتقل داده که اگر ریشه‌ای با او برخورد نشه این معضل میتونه در خانواده امروز و حتی در کلیساها رسوخ کنه. و صد البته من فقط منظورم در کشورهای خاورمیانه و جهان سوم نیست. ما وقتی جو فرهنگی و سنتی عیسی مسیح رو میبینیم دست کمی از حکومت ارتجایی مذهبیون نداشت نیست؟ جامعه‌ای که مرد یهودی میگفت بهتر یک زن تعلیم نبینه، یعنی تورات بهتر سوخته بشه تا به یک زن تعلیم داده بشه، یک فاجعه است نیست؟ و عیسی در چنین جو زمانی مثل یک انقلابی پا در عرصه جهان زن ستیز گذاشت و به گونه خیلی عجیب و منحصر به فرد مقام زن رو بالا برد. وقتی در اناجیل نگاه میکنیم چقدر حجم زیادی از تعلیمات به زنان داده شده و هیچ آیین و مکتبی از زن، باور من اینه که به اندازه مسیحیت روی برابری مرد و زن پافشاری نکرده که صد البته با جایگاه متفاوت و مسئولیت‌های متفاوت و اشخاصی که بالغ هستن عزیزان و امنیت درونی دارن نیاز به حکمرانی و تسلط ندارند. آمین. بلکه همواره قلبشون اینه که در پی توافق باشن و همینطوری اشخاصی که امنیت درونی دارن چه مرد چه زن نیاز ندارن که دفاع کنن از حقوق زنان و راهپیمایی را بندازن نیست؟ چون خوب میدونن، خیلی خوب میدونن این افراد که عیسی با تعالیم خودش، با مرگ و قیام خودش 2000 سال پیش راهپیمایی خیلی بزرگی به نفع زنان انجام داد. خوشحال نیستیم بانوان عزیز؟ کوتاه اشاره کردیم که زن به لحاظ زن بودنش از یک طرح الهی منحصر به فرد برخورداره که میتونه این قابلیت رو داره که حیات و هستی تولید کنه، اما عزیزان اما به شرط اینکه ریشه در مسیح داشته باشه و شناخت هویت خودش، چون در غیر این صورت برعکسه، باز هم به لحاظ زن بودنش به لحاظ اون یگانگی خاصی که در وجودشه خیلی در معرض چالش ها، زخم ها، طرد شدگی ها میتونه قرار بگیره و خیلی مستعده جنس زن که پر از حفره های پنهانی درونی باشه که اگر مداوا نشه این قابلیت رو داره که دائما در فضای حسرت ها، نبخشیدن ها، ناامنی ها، ترس ها و مقایسه ها دست و پا بزنه. حالا سوال اینجاست، سوال شگفت انگیز اینجاست عزیزان، چون هیچ گارانتی نیست که 100% تمام آسیب ها و صدمات ما روی زمین شفا بیابه، گاهی میابه، گاهی هم در اون اورشلیم آسمانی اشکا از چشمای ما پاک میشه و در برابر حضور پر جلالش تمامی این چیزا رنگ باز میبازه. آیا سوال اینجاست؟ این سوال رو میخوام توجه کنید. آیا زنی یافت میشه که با وجود تمامی آسیب ها و اون حفره های درونی پنهان بازم عاملی باشه برای احیا و سلامتی و حتی دگرگون کردن زندگی خودش و جهانش و تغییر مسیر تاریخ؟ آیا یه همچین زنی وجود داره؟ آیا زنی وجود داره عزیزان که با وجود بحران‌ها و صدمات عدیده که دیده متحمل شده امروز ما زنان بتونیم به اون نگاه کنیم مثل یک علامت، بتونیم جا پای او بذاریم و زندگی تأثیرگذاری داشته باشیم؟ آیا امکانش هست؟
آمین. بازم کتاب مقدس کمکمون میکنه، این کتاب منحصر به فرد و عالی که در تمامی عصرها و دورانها بی نظیره. بانوی وارسته رو به ما معرفی میکنه که به طور خاص عزیزان امروز خودش خیلی مشتاقه که روایت زندگیشو با ما در میون بذاره. مطمئنم که خیلی خوشحاله و خیلی مشتاقه، ولی میخوام توجه کنین عزیزان، اون فقط نمیخواد داستان تعریف کنه مثل خانم عاطفی، حرف بزنه یا فقط درد دل کنه، نیست؟ اون نمیخواد، بلکه آرزو داره و مشتاقه که متوجه باشیم این زن از چه تجربیاتی، چه مسیرهایی عبور کرده که زندگی او شکل گرفته و با تمامی اون تجربه ها اون شخصیت خداگونه رو به دست آورده. این داستان عزیزان میتونه داستان زندگی ما باشه، داستان خانواده ما باشه، در زمینه وسیع‌تر میتونه داستان کشور ما باشه، داستان تمدن ما باشه، داستان سرزمین ما ایران باشه. و من و تو خوانده شدیم عزیزان امروز، خوانده شدیم که در بطن این روایت، در بطن این داستان خودمونو پیدا کنیم. آمین. و حتی نه فقط خودمونو پیدا کنیم، بلکه هدف برای زندگیمون پیدا کنیم. داستان این زن به نام زیبای او نامگذاری شده، میتونین حدس بزنید نیست؟ استر به معنی ستاره. نزدیک اندیمشک و اهواز این اتفاق افتاد که من فقط یه گزینه کوچیکشو در این وقتی کمی که داریم میتونم بگم. استر زن زیبایی بود که زندگی از او قربانی های بسیار طلبید. او از داشتن خانواده محروم بود، دختر یتیمی بود که به صورت یک اسیر جنگی تبعیدی به سرزمین ایران آورده شده بود و اونجا زندگی میکرد. استر پر از درد و ناامنی بود عزیزان، چون کلام خدا میگه حتی نمیتونست هویت اصلی خودش که یه یهودیه از ترس برملا کنه و مخفی نگه داشته بود. و این زن میتونست با ترس‌ها و خودکمبینی‌ها و حقارت‌های درونی و حسرت‌ها و حسادت‌ها به زنان دیگه دائما دست و پنجه نرم کنه و دائما فقط برای خودش دلسوزی کنه. ولی او هم عزیزان مثل زن شونمی دو هفته پیش، ریشه او در خدایی بود، در خدایی بود که همه امنیت و نیاز او در او خلاصه می شد. استر رو در باب یک بعد از یک مراحل سخت آمادگی می بینیم که چطور به کاخ خشایارشاه میاد. تاریخ میگه بین 1000 تا 1400 دختر زیبا و باکره رو وارد کاخ پادشاه ایران کردن، ولی پادشاه ایران فقط دلش به استر چسبید. در استر باب 2 آیه 17 میگه پادشاه به استر بیش از همه زنان دیگر مهر ورزید و او بیش از هر دوشیزه دیگر تحسین و نظر لطف پادشاه را به خود جلب کرد. از این رو پادشاه تاج شاهی را بر سر او نهاد و او را به جای وشتی شهبانو ساخت. و باز هم من بر این باورم که پادشاه دلش در گروه شخصیت خداگونه استر بود، نه زیبایی ظاهری او. امثال 31:30 میگه جمال فریبنده است عزیزان، زیبایی باطل، اما زنی که از خدا میترسه ممدوح خواهد شد، ستوده خواهد شد. استر بعد از اون همه سختی همسر یه مرد والا مقام شد که بر 120 ولایت سلطنت میکرد. الان شاید احتمالاً عزیزان، شاید که نه حتما، همه فکر میکردن ندیمه ها تو کاخ دارن اون رو باد میزنه، نیست؟ بعد از اون همه سختی وارد دربار شد، خطه او به جاهای خوش افتاد، میراث بهی به او رسید و پادشاه هم دائم داره خانومی او، حکمت او، زیبایی او،
داره قدردانی میکنه. عزیزان یه ضرب المثل اولش من میگم، آخرش رو شما بگین، بعد ادامه میدیم. نیست؟ آواز دهل، دوباره آواز دهل. استر در اون همه شکوه ظاهری عزیزان هیچ امنیتی نداشت. اگه بدون اجازه وارد حضور پادشاه میشد کشته میشد. یک ماه بود که شاه رو ندیده بود و اینطور به نظر میرسید که اصلا موجودیت این زن زیبا که پادشاه دلش به او چسبیده بود به فراموشی سپرده شده بود. مدت ها بود که استر در سکوت بود، هیچ گوشی عزیزان هیچ گوشی در کاخ شنوایی نداشت که او رو بشنوه، هیچ گوشی برای شنیدن او نبود. تازه وقتی همسر او رو نگاه میکنیم در تمام ده باب استر چقدر زیبا همه چیز رو به تصویر کشیده. شخصیت این پادشاه مشکل داشت، این مرد تصمیمات انتخابات آنی رو میگرفت که تبعات منفی او تر و خشک و با هم میسوزاند. فردی دهنبین بود که کلام خدا میگه دلش مثل نهرهای آب، هر کی که هر چیزی میگفت و همون سمت میرفت. همطور کلام خدا اشاره به اون میکنه که هیچ احترامی برای تصمیمات یک زن قائل نبود، با اینکه همسر اولش وشتی ملکه بود ولی رأی و نظر خودش براش مهم بود. حقیقتاً آواز دهل از دور خوش بود. عزیزان اینا همه این روایتی که استر داره برای ما تعریف میکنه میتونه ما رو تشویق کنه که امنیت خودمون رو مثل استر در خدایی پیدا کنیم که تغییر ناپذیره، در شخصیت، در محبت، در وعده و وعید دادن، در وفاداری. و استر اینو خوب فهمیده بود که خداست که برای ترسندگانش ملجای جانه و صخره قویه. فقط خداست، نه هیچ انسانی. و همینطور به شما عزیزانم، بانوان عزیزم که الان اینجا هستین یا داری میشنوی، اگه خودتو شکسته میبینی، اگه زندگی بارهای زیادی روی شونه های تو گذاشته که حتی نمیتونی با اون روبرو بشی، شرایطی تو زندگی توی که واقعا نمیتونی برای کسی تعریف کنی، غیر قابل توضیحه، خودتو عاجز و ناتوان میبینی، خدا امروز به تو میگه که اتفاقا تو، همین تو در نقشه الهی و فکر من و رویای من جای خاصی داری. آمین. تو با قوت خدا، با حکمت خدا، با حکمت عیسی مسیح میتونی مثل استر در تاریکی های جهالت و ظلم و ستم ها بیستی و بدرخشی. در شخصیت استر عزیزان یه شاخص بی‌نظیر بود که چقدر ما میتونیم با قوت روح القدس از اون نمونه برداریم، با تمام اون موارد منفی که تجربه کرده. ولی خوب میدونست، عزیزان خوب میدونست که مسئله بر سر اون نیست، اون مرکز و محور نیست که همه چی دور او بچرخه. الان که اومده در دربار در کنار پادشاه ملکه شده، نه برای اینکه باد زده بشه. چقدر زیبا در استر 4:14 اشاره میکنه به استر. کسی چه داند استر، استر های زمانه، شاید تو برای چنین زمانی در اینجا هستی. یعنی خدا یه هدف و نقشه‌ای داشته که تو رو در اینجا قرار داده. باشه که چشمای باطن ما باز بشه عزیزان هممون و باور کنیم که خدا میتونه در پشت صحنه های زندگی ما برای جلال خودش و خیریت تک تک ما و آزادی و رهایی قوممون فعالانه عمل کنه. آمین. باشه که خودمونو بکشیم، چون باید بکشیم نیست، به سمت مسیح، به سمت شناخت او، به سمت اهداف او در این بحره از زمان. و امروز یک چیز میتونه به تو کمک کنه، فقط یک چیز عزیزان، تا ظرف مستعدی باشی. نمیدونم چقدر دلت میخواد که این مجرا و یک کانال باشی در دست خداوند. پولس میگه در، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، فیلیپیان باب
سه آیه 14 آیهشو نوشتم، بابشو ننوشتم، لیکن یک چیز میکنم، آنچه که در عقب است فراموش کرده، به سوی آنچه که در پیش است خیشتن را کشیده، در پی مقصد بکوشیم. از اون بکشیم این کش ها، تا کشیده نشه ماهیت خودشو نداره، همجور میمونه نیست. این کش وقتی کشیده میشه میتونه برای آنچه که ساخته شده کار خودشو انجام بده، نیست؟ این فلاخون در دست داوود کشش کشیده شد که تو چشمای شیطان فرو رفت. خودتو بکش عزیزان. وقتی پولس میگه خودتو بکش، خیلی آسونه وقتی میشنویم، ولی داره راجع به یه تقابل شدید صحبت میکنه، در حالی که مخزنهای ذهن ما از تصاویر منفی از گذشته ذخیره شده و دائما بی صدا داره اونجا گفتمان داره، داره تداعی میشه، نیست؟ کسایی هستن اینو تجربه کرده باشن و تکرار میشه. پولس میگه خودتو بکش، بکش. یه تقابله عزیزان. یه چیزی که خیلی عمیق دارم در این روزها یاد میگیرم اینه که خدا از ما انتظار نداره که بدون توانایی او بر مشکلات چیره بشیم، بلکه خداوند میخواد با قوت او، با توانایی او عزیزان که ما رو تقویت میکنه، خودمونو بکشیم، کش بدیم به سمت جلو، به سمت اهداف او. خدای ما نه فقط خدای تپه ها، پیروزی ها، برکات، بلکه خدای وادی ها هم هست. حتی اگر از تاریک ترین وادی های زندگیم بگذرم نخواهم ترسید، چون حضور او همراه منه، کلام او قلب منو تقویت میکنه. این روزا وقتی تجربه هایی میاد دیگه یاد گرفتم، میگم خداوند با تو میتونم عبور کنم، با تو میتونم، چون اون نمیخواد که ما تنهایی عبور کنیم. و دیدم چطور قوتش ما رو در بر میگیره، منو در بر گرفته. و بانو استر عزیزان توطئه های دشمنان قومش رو با اتکاب خدا و از خودگذشتگی برملا کرد. نه فقط برملا کرد، نه فقط زیر نور آورد، بلکه باطل کرد و سعادتمندی قومش رو که داشت نابود میشد به او بازگردانید. و رمز پیروزی استر، رمز پیروزی استرها، اگه واقعا میخواین یه زندگی معمولی داشته باشین اوکی، اگه میخواین خودتون رو کش بدین، واقعا یه کانالی باشین که خوانده شدیم هممون، یه کانالی باشیم، یه مجرایی باشیم برای فیض خداوند در این دنیا، این آیه کلیدی خیلی میتونه به ما کمک کنه. استر باب 4 آیه 16، وقتی که فهمید قومش در مرض نابودیه، گفت برو و تمامی یهود رو که در شوشن یافت میشون جمع کن، برای من روزه بگیرین، سه شبانه روز چیزی نخورین، نیاشامید، منم با ندیمه های خودم، کنیز های خودم روزه میگیرم، سه شبانه روز چیزی نمیخورم. به همین طرز، به همین شکل، با همین دعا و روزه وارد کاخ پادشاه میشم، وارد حضور پادشاه میشم، نزد پادشاه داخل خواهم شد. این آیه کلیدیه. اگرچه خلاف حکم است، گفتیم اجازه نداشت وارد حضور پادشاه بشه، هر کسی وارد حضور این پادشاه ابرقدرت میشد کشته میشد، حتی اگه ملکه بود. اگرچه خلاف حکم است، اگر هلاک شدم، هلاک شدم. آمین. نمیدونم چقدر دل وسیع دارین. کسی که تماماً عزیزان تسلیم خداست، قسمتی از قلبش تو دنیا نچسبیده، بهتون میگم با اقتدار کلام خدا از هر لحاظ شکست ناپذیره، چون خودش داوطلبانه پیشاپیش همه چیز رو از دست داده، از همه چیز دست شسته، دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. آمین.
عیسی مسیح خداوند می‌فرماید در متی باب 16، زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جان خود را از دست دهد آن را باز خواهد یافت. باشد تا استرهای زمانه امروز بدانند که عیسی مسیح خداوند فاتحانه، قاطعانه و آمدانه پادشاه پادشاهان است. عزیزان، اوست که حتی بر تمامی ممالک ابرقدرتی مثل خشایارشاهای زمانه و حکومت‌های مذهبی حکمرانی می‌کند. فقط عیسی مسیح خداونده و سلطنت او جاودان است و پادشاهی او تا ابدالآباد است و او به حق شایسته است. عزیزان، او به حق شایسته است که تمامیت جان ما رو، مال ما رو، وقتای ما رو، 100% تمامیت ما رو داشته باشه. آمین. اگه بخوام از استر بگم، 3 روز کنفرانسه، ولی تشویقتون میکنم 10 بابو بریم بخونید. شاید 1% من اینجا گفتم. ما هر سال به عنوان کلیسا، عزیزان، کلیسا که نقش مادر رو داره، کلیسا به طور سمبولیک مادر خوانده شده، کلیسا جایی که هستی و حیات اگه زنده باشه باید از او تولید بشه، ما به عنوان کلیسا که نقش مادر رو داره برای مادران دعا میکنیم هر سال. نه فقط کلیسا به عنوان نقش مادر، بلکه ایمان دارم عزیزان، باور کنید، خدای پدر به عنوان یهوه الشدای در نقش یک مادر که کلام خدا میگه دارای وجودیت خیلی بزرگ و بسیاره که بتونه افراد بسیاری رو تغذیه کنه، حیات بده، جان بده، به خصوص مثل یک مادر. عزیزان، امروز اینجاست که در نقش شفادهنده، آزاد کننده، دلگرم کننده، تسلی دهنده، یهوه الشادای اینجاست عزیزان، که در نام عیسی مسیح خدا و ما خادمینش برای نیازهای مادران دعا کنیم. در اشعیا 66:11 میگه زیرا خداوند چنین میگوید. و خدا امروز میخواد همچون کسی که مادرش رو تسلی میدهد، خدا میگه من نیز شما رو تسلی بدم. آری، من شما رو در این اورشلیم، در کلیسایی که قرار هستی ببخشه، من شما رو تسلی خواهم داد. برای همین موردهایی رو اشاره میکنم و ایمان دارم و امیدم اینه که یهوه الشادای مثل یک مادر تک تک مادران عزیزمون رو در بر بگیره و این موردها رو اشاره میکنم. و پاستور کلیسا به نیابت تمام برادرانی که اینجا هستن، واقعا شکر برای کلیسای ما که همیشه به بانوان این مکان رو، این فضا رو داده که خودشون رو ابراز کنن. و امروز هم پاستور کلیسا برای تک تک مادران دعا میکنه و موردهایی رو اشاره میکنم که خیلی تو قلبم بود، برای مادرانی که به تنهایی سرپرست فرزندانی رو به عهده دارن، مادران جوانی که بچه های زیادی رو دارن تر خشک میکنن و هیچکی نفهمیده، به قول ایرانی ها مثل گربه به دندون میگیرن و میکشن تا بزرگ بشن. برای مادرانی دعا میکنیم که مرگ همسر رو تجربه کردن، یه داغ روی قلبشونه. میخواییم برای مادرانی دعا کنیم که عدم بخشش، رنجش و اون حفره های پنهان درونی تلخی، خاطرات که شفا نیافته در درون اوناست، امروز دعا خواهیم کرد، به خصوص برای عدم بخشش که در مادران هست. برای مادرانی میخواییم دعا کنیم که زندگی زن و شوی اونا فلج و بیماره. برای مادرانی میخواییم دعا کنیم عزیزان، خیلی
واقعا بار سنگینیه که خودشون آغوش مادر رو تجربه نکردن، مهر مادر رو تجربه نکردن، در حالی که مثل یه چاه خالی هستن، باید از نداشتشون بدن و بچه هاشون رو محبت کنن. برای مادرانی میخوایم دعا کنیم که سالمندن و بچه هاشون دیگه رفتن پی خون زندگیشون ولی تنها هستن، تنهایی اذیتشون میکن. دعا کنیم که این مادران وسیله در دست خدا باشن برای تشویق زنان جوان، بلند کردن زنان جوان. و در نهایت دعا کنیم که دبورها و استرهای زمانه بیدارشن، به خصوص در کلیسای محلی ما، و دعوت خودشونو، هویت خودشونو و رویای خودشونو در این زمان حساس تاریخی به خصوص برای افغانستان و ایران بشناسن. آمین. از پاستور کلیسا دعوت میکنم که به جلو بیاین و مادران عزیز که دعوت میکنم، همینطور مادران عزیز، مادران آینده، اینم یادم رفت بگم، مادرانی که قصد ازدواج دارن، یعنی مادر نیستن، دوشیزه هستن ولی میخوان ازدواج کنن. واقعا اینو یادم رفته بود، دوشیزگانی که همینطور خانمایی که مجرد هستن، واقعا دعا کنیم که این عزیزان امنیت خودشون رو در خدا داشته باشن. یعنی اگه ازدواج میخوام بکنم به خاطر نیازها، آخ یکی من خوشبخت کنه، بادم بزنه، این چیزا نباشه، چون واقعا مایوس خواهیم شد، مطمئن باشیم. آمین که اول ریشمون رو در خداوند پیدا کنیم، آمین، بعد از رو پوری خداوند این ازدواج ها مبارک خواهد شد. دعوت میکنم از عزیزانم مهربانو جان جانا، هیچکی نیست و همینطور در آخر هدایای آماده شده که اینم بگم، ما در این کلیسا عزیزان بانوان خیلی تاثیرگذار داریم، از خود گذشته داریم، خدا رو شکر. فقط امروز نمیتونیم همشون رو معرفی کنیم، فقط سیمای عزیزم که امسال اصلا تو فکر ما نبود، داوطلبانه خودش هدایای روز مادر رو به اتفاق اریس عزیز، اریس کجاست؟ اریس جان عزیز، میگه قومی که نشناختیم زبان ما رو نمیدونه ما رو خدمت میکنه، و فرید جان عزیز آیه ها رو و این گلای زیبا رو که واقعا فقط میتونم بگم خلق این زیبایی از ذهن خدا بیرون میاد. مرسی اول سیما جان، یعنی سه روز این خواهرها فقط اینا رو درست کردن که شما تا سال دیگه اینا رو داشته باشین، بدونین که هر موقع به اینا نگاه میکنین استر و دبوره هستین. آمین. بعد از دعای پاستور برای بانوان عزیز و این هدایا رو تقدیم خواهرها میکنم. بفهم. خیلی ممنون نسین از این تعلیم و از این کلامی که مطمئن هستم خیلی چیزایی باز شد، مخصوصا رول یک زن در این دنیا چقدر مهم هستین و برای تو فکر خدا بودین زمانی که خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشه، یه معاونی خلق کنیم، و خداوند زن رو ساخت. و چه خدای عالی داریم که من اینجا میخوام پایین بیستم به شما هم نگاه کنم، خدایی داریم که ما احتیاج نیست تظاهرات بکنیم زن آزادی و اینو اعلام کنیم، بلکه خداست که به زن یه احترام مخصوص قائل است و دوست داره. و مخصوصا هم که چطور در عهد عتیق من میبینیم که چطور خداوند از این زنا استفاده کرد، زنایی که خداوند میتونم بگم که همینطور قوم اسرائیل و همینطور جای مختلف دنیا رو تحت تاثیر گذاشت. به این خاطر خیلی مهمه که الانم که دعا میکنیم از خداوند تشکر کنیم، و همینطورم
همزمانم که دعا میکنیم با نسرینم که فکر کردیم که واقعا خدا امروز به تک تک شما دورانایی که گذروندین بی احترامی هایی شده و هر چیزایی که بود نسرینم اینجا صحبت کرده، روح خدا امروز هم اینجاست که شما رو شفا بده، آزاد کنه و هر میتونم بگم عشقی که ریخته شده با درد، هر بی احترامی هایی که شده، روح خدا شما رو تسلی بده، بنا کنه و واقعا هویت خودتون رو واقعا بدونین. من فقط یک زن نیستم، یا از دید خدا با ارزش هستین و خدا رو شکر با مرد همینطور از قیمت مساوی هستین. خدا من تشکر میکنیم از تو پدر جان. زن زندگی آزادی رو احتیاج نیست بگیم خدا من، چون تو خدا من در کتاب مقدست خداوند زن رو ساختی و بدون زن خداوند ما اصلا هیچ بشریتی وجود نداشت. خداوند ممنون هستیم خداوند که امروز هم فیض تو اینجاست، رحمت تو اینجاست، روح القدس تو تسلی دهنده هستی، اینجا هستی و چقدر تو احترام میزونی برای تک تک عزیزانی که اینجا هستن، عزیزانی که در این دنیا در کلیساهای مختلف هستن، کلن در این دنیا هستن خداوند. روح القدس تنها تو میتونی امروزم با محبت پدرانیت همینطور که در عشای نبی باب 66 رو ما خوندیم بیایی تسلی های خودت رو خداوند بریزی روی این تک تک عزیزان. تسلی تو مثل یک باران رحمت روی تک تک این عزیزان قرار بگیره. قسمت هایی که خداوند پیشان ناعدالتی شده، همینطور زور شده و فشار آمده روی زندگیشون، بی احترامی، توهین، خداوند همینطور حرف های منفی رو شنیدن هر نوع، خداوند حرفایی شنیدن، کلامایی که شنیدن که نفسشون زخمی شده خداوند. روح القدس تو بیا الان با تسلی های خودت خداوند، بیا خداوند الان شفا بده از درون. روح القدس دعا میکنیم که قوی کنی خداوند، که ارزششون بدونن در تو چه ارزشی دارن خداوند، چقدر تو عیسی مسیح احترام میذاری به تک تک عزیزان. و دعا میکنم خداوند به هر جایی که بی احترامی شده خداوند، که حتی خودشون باور میکنن که من به درد نمیخورم، خداوند دعا میکنیم الان این فکرهای منفی رو خداوند دور میکنیم خداوند، و دعا میکنیم خداوند خودت الان روح القدس تسلی بدی، بنا کنی از همین الان یک خداوند کار موفق و طبیعی در نفسشون انجام بدی، بسازی از درون، بسازی خداوند. کسانی که مادر هستن، کسانی که زحمت ها رو کشیدن، درد ها رو کشیدن، بچه ها رو بزرگ کردن، درد هایی کشیدن، شاید بچه هاشون یه جوری یک راهی رفتن که خودشون نخواستن، زخمی شدن خداوند، دعا میکنم خداوند تو شفا بدی و تا بچه هاشون خداوند که با درد و یا زحمت بزرگ کردن خداوند تو الان تسلی بدی. و دعا میکنم برای عزیزانی دخترهای تو که هنوز مادر نشدن خداوند، دعا میکنیم از همین الان تو خداوند این خداوند برکت هایی که احتیاج هست خداوند تو بهشان ببخشی. همینطور هم همسرهای عالی بهشون ببخشی که خداوند بتونن همسر خودشون احترام بذارن. ممنون هستیم خداوند، بیا الان تسلی دهنده روح القدس، بیا تسلی بده و بنا کن، شفا بده خداوند،
بگذار از این دهنای این عزیزان واقعا پرسته شکرگزاری نزد تو بیاد خداوند. خداوند امروز دعا میکنم یه چشمه جدیدی در قلبشون روشن کنی خداوند، روح القدس، برای حمد و پرستش و شکرگزاری و این ردا، هر چیزایی که سنگینی شده خداوند الان شکست بخوره در نام تو عیسی مسیح. ردای سنگین رو برداشته بشه و ردای عدالت خداوند، همینطور شادی خداوند رویشون بذاری. ممنون هستیم از تو، تشکر میکنیم پدر جان، و این دخترای تو رو، دخترای زیبای تو، مادرای خداوند که هستن خداوند برکت میدیم در نام تو پدر جان با محبتت، عیسی با فیض و رحمتت و روح القدس و تسلی های تو. آمین و آمین. از ما میتونیم دست بزنیم با هم و برکتش رو بدیم. زنان همینطور که نسرین گفته که خواهرمون سیماین تمام این هدیه رو، معمولا ما گلهایی به شما میدیم، فقط گلها پژمرده میشه و بعد از یه مدت از بمیره، و این یه چیزی یادگاری است. به همینطور هم یک چیزی هم هست، آیه هم هست که نوشته شده و یک شکلاتی هم توش هم هست. آمین. گود. خب عزیزان تبریک میگم به تک تکتون. سینا جان یک موزیک هست که حداقل یک موزیک عالی، شاد شاد شادی بیاد در دل خواهران. برای یه زاخگوشم بردار میتونی، و اگه میاد سه‌شنبه بیا از طرف کلیسا بهش بده. صداشون کن، صداشون کن. آها کانون شادی، آها آخر سرش. کم مهری بس مال زاخوشو بگیر. شاد Thank you.
بمونیم ما بریم.